وقتی دکترها چهره نوزاد تازه متولد شده را دیدند، متعجب شدند. وقتی این پسر در بنگلادش به دنیا آمد، پزشکان از ظاهرش متعجب شدند. اونا فکر می‌کردن بچه پروجریا داره. بیماری که از هر چند میلیون نفر یک نفر دچار اون میشه و باعث میشه بدن فرد مبتلا خیلی سریع‌تر از حالت عادی پیر بشه. با این وجود، به دنیا آمدن این بچه باعث خوشحالی پدر و مادرش شد. پس جزئیات این ماجرا رو از واژه تیوی بشنوید. یک بچه که 80 ساله به نظر می رسید به یک بیماری ژنتیکی نادر مبتلاست که باعث میشه به سرعت پیر بشه. این بچه که در شهر ماگورای بنگلادش به دنیا اومد، چین و چروک، بدنی کوچیک و لایه زخیمی از مو در پشت گردنش داره. دکترها حد زدن پروجریا داره. این بیماری معمولاً باعث میشه کودکان نتونن زندگی عادی داشته باشن و بدنشون سریع پیر بشه. این نوزاد به هیچ وجه ظاهره یه بچه رو نداشت. چروک های زیاد و پوست سخت و خشن دوتا از چشمگیرترین علائم سالخوردگی هستن. اما پدر و مادر از به دنیا آمدن کودکشون خیلی خوشحال شدن. پدر بچه میگه ما فقط میتونیم خدا رو شکر کنیم. من به هیچ وجه از ظاهر غیرعادی پسرم ناراضی نیستم. ما اونو با وجود ظاهرش دوست داریم. قبل از این دختری داشتیم و حالا صاحب پسر هم شدیم. دیگه چی میخوایم؟ بازدید کننده های زیادی به خونه ی آقای پاترو و زنش پرول رفتن تا فقط بتونن پسرشون رو یک بار ببینن. دکترهای بیمارستان گفتن که بچه سالمه. با اینکه بیشتر بچه‌هایی که این بیماری رو دارن تا قبل از 13 سالگی میمیرن، پدر و مادرش خوشبینن که عمر طولانی خواهد داشت. پروجریا که به اون HGPS هم میگن، به خاطر یه جهش در ژن به وجود میاد که باعث تولید یه نوع پروتئین توسط ژن میشه. وقتی سلول‌ها از این پروتئین که نامش پروجین هست استفاده میکنن، احتمال اینکه تجزیه بشن بالاست. پروجرین در تعداد زیادی از سلول‌های بدن بچه‌های مبتلا به پروجریا جمع میشه و باعث میشه به سرعت پیر بشن. دکترها هنوز نمیدونن چه اقدامی برای درمان این بچه‌ها بکنن. بچه‌های مبتلا به پروجریا در طول 2 سال اول زندگیشون علائم شدید سالخوردگی نشون میدن. بیشتر این بچه‌ها تا 13-14 سالگی زنده نمیمونن و بعد میمیرن. اما بعضی از اونها هم تا 20 و چند سالگی زنده میمونن. رایج‌ترین دلیل مرگ این افراد بیماری قلبی و سکت است. از هر 20 میلیون نفر یک نفر دچار پروجریا میشه. دکترها تخمین میزنن که حدود 350 تا 400 بچه مبتلا به پروجریا در دنیا زندگی میکنه. طبق مؤسسه تحقیقاتی پروجریا، این بیماری پسرها و دخترها رو به تعداد یکسانی تحت تأثیر قرار میده. پروجریا به خاطر یک تغییر یا جهش در ژن IMNA به وجود میاد که در اسپرم پیدا میشه. این ژن پروتئینی رو تولید میکنه که مسئول محکم نگه داشتن هسته سلول هست. اما به خاطر تغییر در توالی ژن، این پروتئین مشکل دار میشه. این باعث میشه هسته ناپایدار بشه و علت فرایند سالخوردگی زودرس هم همینه. جهش ژن IMNA به صورت موروثی نیست. در واقع پدر و مادر و خواهر و برادرهای فرد مبتلا به پروجریا معمولاً مبتلا به این بیماری نیستن. اما نشانه ها و علائم پروجریا چیه؟ بچه های مبتلا به این بیماری از همون 2 سال اول زندگیشون علائم سالخوردگی نشون میدن. این بچه ها نمیتونن به سرعت همسن و سالای خودشون رشد کنن. اونا زود کچل میشن، پوستشون چروک میشه، مفاصلشون سفت و گرفته میشه. صورت این بچه ها خیلی کوچیکه. بینیشون رو انگار فشار دادن. بخش نرمی در پشت جمجمشون باز به نظر میرسه و با پیشرفت این مشکل چیزهای دیگه هم اتفاق میفته. مثلا لگنشون در میره و دچار آرتروز و بیماری قلبی میشن. معمولاً این بچه ها دچار سکته میشن. پروجریا روی هوش تأثیری نداره و این بچه ها هم به اندازه بچه های عادی باهوشن.
حالا چطور میشه این بیماری رو تشخیص داد؟ از زمان کشف ژن به وجود آورنده پروجریا در سال 2003، محققین یک آزمایش ژنتیکی طراحی کردند که مشخص میکنه آیا علائم یک بچه به خاطر پروجریا است یا نه. نمونه خون بچه رو میگیرن و بعد آزمایش رو انجام میدن. قبل از طراحی این آزمایش، دکترها فقط به کمک آزمایش پرتوی ایکس میتونستن پروجریا رو تشخیص بدن. اگر دکترتون عقیده داشته باشه که دچار پروجریا هستید، میشه با مؤسسه تحقیقاتی پروجریا تماس گرفت. رئیس پزشکی مؤسسه مورد بیمار رو بررسی میکنه و میتونه آزمایش رو انجام بده. نتیجه آزمایش معمولاً بعد از 2 تا 4 هفته قابل مشاهده است. در حال حاضر برای این بیماری درمانی وجود نداره. اما دکترها در حال بررسی داروهای مختلف هستند تا شاید درمان این بیماری ممکن بشه. ممکنه این درمان بتونه تعادل و طرز ایستادن بچه رو بهبود ببخشه و درد ناحیه لگن و پا رو کم کنه. در بخشهایی مثل تغذیه و حفظ بهداشت میتونه به رشدشون کمک کنه. مراجعه مرتب به پزشک هم میتونه باعث بشه جلوی خیلی از مشکلات گرفته بشه. در این مراجعات بیماری قلبی و فشار خون بررسی میشه تا مطمئن بشن بیماری در حال پیشرفت نیست. داروهایی هم وجود داره که میتونه احتمال ابتلا به بیماری قلبی رو کم کنه. MRI هم برای بررسی احتمالی سکته و سردرد به کار میره که در کودکان دچار سندروم داون هم زیاد دیده میشه. معاینه های چشم مرتب هم نیازه. بعضی از بچه ها مشکلات بینایی دارن. مثلا دور رو خوب نمیبینن یا مشکل خشکی چشم دارن که باید مرتباً معاینه بشن. چون ممکنه پلکشون به طور کامل بسته نشه. ممکنه این بچه ها ابروها و مژه های نازکتری داشته باشن که ممکنه باعث رفتن مواد آلوده به چشمشون و ایجاد حساسیت بشه. به علاوه، بعضی از بچه ها حساسیت بالایی نسبت به نور دارن و در شرایط خاصی باید حتماً عینک آفتابی بزنن. مبتلایان به پروجریا گاهی اوقات مشکل شنوایی دارن که میتونن با سمعک تا حدودی اونو برطرف کنن. احتمال اینکه دچار پوسیدگی دندان و مشکلات دیگه دندان هم بشن بالاست. در نتیجه بهتر مرتباً به دیدن دندون پزشک برن. مشکلات پوستی هم که جزو اولین نشانه های پروجریا هستن و میتونه شامل خالهای سیاه یا باد کردن پوست، از دست دادن مو، خارش و سفتی پوست بشه که ممکنه نفس کشیدن و هضم غذا رو دشوار کنه. این بچه ها ممکنه مشکل رشد استخوان و مشکلات مفصلی هم داشته باشن. این کودکان برای رشد نیاز به تغذیه مناسب دارن. مصرف مرتب آب میتونه جلوی خیلی از مشکلات عصبی در این بیماران رو بگیره. بچه مبتلا رو باید تشویق کرد که کالری و مایعات کافی مصرف کنه. پدر و مادر بچه مبتلا باید هر کاری کنن تا کودکشون زندگی عادی رو تجربه کنه. باید به این بچه ها هم به اندازه بچه های دیگه شون توجه کنن. در مورد مشکل و بیماری بچه تون با کل خانواده صحبت کنید و بگید که امکان داره فقط مدت محدودی زنده بمونن. جلسات مشاوره هم میتونه در بعضی از مقاطع زندگی مثمر ثمر باشه. با کودکتون راجع به این حرف بزنید که ممکنه بعضیا از دیدن اون جا بخورن یا بترسن و به اون یاد بدید که وقتی به اون خیره شدن یا در گوش هم پچ کردن چه عکس‌العملی نشون بدن. امیدوارم که هیچ خانواده‌ای دچار این مشکلات نشه. اما به هر حال دونستنشون میتونه مفید باشه. خب دوستان، از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.